شبکه خبری یورونیوز هستید. تصویر وزیر کشور اتریش را می‌بینید. وزیر کشور اتریش اعلام می‌کنه که نتایج انتخابات آماده است. Die Zahl der Wahlberechtigten betrug 6.382.507. Es wurden 4.654.354 Stimmen abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72,7%. Davon waren 165.000 ungültig und 4.477.942 Stimmen gültig. Diese gültigen Stimmen verteilen sich wie folgt auf die Wahlbewerber. Auf Ingenieur Norbert Hofer entfallen 2.223.458 Stimmen. Das entspricht einem Prozentausmaß von 49,7%. Auf Dr. Alexander van der Bellen entfallen Norbert Hofer, نامزد حزب آزادی 49.7% آرا را کسب کرده و Alexander van der Bellen 50,3%. Das endgültige Ergebnis der gestrigen Wahl wird die Bundeswahlbehörde 50.3% آرا را به خودش اختصاص داده. به این ترتیب Alexander van der Bellen جانشین هانس فیشر رئیس جمهور فعلی اتریش خواهد شد. تصویر Alexander van der Bellen وزیر کشور اتریش رو دیدید. پرزیدنت در رپوبلیک اوسترایش ولفگانگ سوبوتکا 50,3% در stimmen که نتیجه انتخابات رو به طور قطعی اعلام کرد، همون چیزی که اعلام شده بود پیش از این توسط رسانه‌های اتریش، اما اکنون به طور رسمی مورد تایید قرار گرفته و Alexander van der Bellen 72 ساله رهبر سابق حزب سبزهای اتریش که در این انتخابات به طور مستقل وارد رقابت ها شده بود و مورد حمایت حزب سبز ها هم قرار گرفته بود، موفق شد رقیب خودش نوربرت هوفر رو که در دور اول انتخابات مقام اول رو کسب کرده بود با 35% آرا شکست بده. تصویر Alexander van der Bellen رئیس جمهور آینده اتریش رو میبینید. Oh, how confident am I? We'll wait for the evening, and it's possible that we only know tomorrow, Monday evening. روز گذشته نتایج آرا بسیار نزدیک بود و حکایت از برتری نوربرت هوفر نامزد حزب آزادی با گرایش راست افراطی داشت، اما حدود 14% کل آرا آرای غیابی بود که به صورت پستی داده شده بود و با شمارش این آرا Alexander van der Bellen موفق شد فاصله خودش رو با نوربرت هوفر کاهش بده و در نهایت هم از او پیشی بگیره. Alexander van der Bellen رئیس جمهور آینده اتریش خواهد بود و نوربرت هوفر شکست خودش رو در انتخابات پذیرفته. با یورونیوز همراه باشید.